وزیر دفاع آمریکا گفتش که ناو هواپیمابر جرالد فورد و ناوگان جنگی همراه اون رو به سمت شرق مدیترانه هدایت کرده و واشنگتن در حال افزایش اسکادران هواپیماهای جنگنده در منطقه هست. این موضوع رو آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN هم اعلام کرد و گفته ما در حال بررسی درخواست‌های جدیدی هست کرده که در 20 ساعت گذشته 800 هدف رو مورد حمله قرار داده. تو شبکه‌های ارتش دفاعی اسرائیل درود به شما دوستان و یاران همیشگی، برگشتیم با یه برنامه دیگه. همونجوری که میدونین الان مهمترین و داغ‌ترین اخبار دنیا همین حمله حماس به اسرائیل هست و ضد حمله های اسرائیل که تمام غزه رو قشنگ شخم زد. ولی امروز میخوام در رابطه با یه مسئله دیگه صحبت کنم باهاتون و اون این که برای اولین بار در 50 سال گذشته نشسته سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تو کشوری از قاره آفریقا برگزار میشه. یه جوری آفریقا داره کم کم بولد میشه برای دنیا، حالا این دفعه دیگه نقشه کشیدن که آبادش کنن و خرابش کنن. در فاصله کمتر از 2 ساعت رانندگی تا جایی که زلزله زدگان جمعه 9 سپتامبر تو مراکش هنوز تو چادر میخوابن و آواره‌های زلزله باقی موندن، قدرتمندترین مؤسسات مالی جهان یک هفته میخوان اونجا در مورد چالش‌های اقتصادی در زمان جنگ و نابرابری و تغییرات اقلیمی گرد هم بیان. اینا بازی‌ها هست، وگرنه یه قدمیتون مردم آواره هستن. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 2018 تصمیم گرفتن که نشست سالانه‌شون رو در مراکش برگزار کنن و خب به این ترتیب برای اولین بار تو 50 سال گذشته این نشست به قاره آفریقا منتقل شده. بعد از زلزله ویرانگر ماه سپتامبر در مراکش که نزدیک به 3000 کشته به جا گذاشت، 11.7 میلیارد دلار خسارت مالی وارد شد. مقام‌های ارشد، نمایندگان جامعه مدنی هم منتظر بحث در مورد چگونگی ارتقای تاب‌آوری اقتصاد تو شرایط وقوع بلایای طبیعی هستند. به گفته برخی کارشناسان هم در شرایط فعلی شاید نیاز به همکاری بین‌المللی تو هیچ زمینه دیگه‌ای به اندازه مقابله با تهدید جدی تغییرات اقلیمی مشهود نباشه. و اما مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در سخنرانیش گفته که جهان موظفه که در کنار کشورهای آسیب پذیر وایسه، زیرا اونا با شوک‌هایی مقابله میکنن که خودشون ایجاد نکردن. ببینین احساس میکنم تمام اینا فقط یه برنامه‌هایی هست که مردم رو واقعا با این مسائل سرگرم کنن، وگرنه ما هیچ وقت ندیدیم که اینا نه کمکی به مردم کنن نه آواره حالش خوب بشه. به هر روی اینا بازی‌های سیاسی است. الان شما نگاه کنین جنگی که توی اسرائیل و بین حماس و اسرائیل هست، واقعا فقط مردم هستن که دارن نابود میشن. فرق نمیکنه چه مردم توی غزه چه مردم توی اسرائیل، همه انسان هستن، همه داشتن صلح‌آمیز کنار هم زندگی میکردن، ولی به خاطر بیشعوری یک عده مثل خامنه‌ای که جنون قدرت و حکومت کردن بر دنیا رو داره، ببینین چجوری همه جا رو به خاک و خون میکشه. خب اینو باید جلوشون ایستاد، ولی خب دنیا واقعا حتی نمیخواد قبول کنه که جمهوری اسلامی تو این حمله شریکه. به هر روی اینها سال هاست که ما با این بازی های سیاسی در سراسر دنیا مواجه هستیم و هیچ تغییری هم تو هیچ جای دنیا واقع نشده. بریم سراغ مملکت خودمون و این که ببینیم واقعا چه داره بر سر مملکتمون میاد. یه ویدیو تو فضای مجازی از حجاب‌بان‌ها تو مترو بیرون اومده که داره میگه ما آرمیتا گراوند رو کشتیم چون حقش بود. شما نگاه کنین مردم هنوز نگران جون آرمیتا هستن و میگن زنده هست، ولی حجاب‌بان‌های این فرقه تروریستی جمهوری اسلامی از ادامه جنایت خودشون بر علیه جامعه ایرانی دست نمیکشن و با پررویی وای میسن توی مردم، میگن کشتیم حقتون بوده. خب مردم چرا ساکت واقعا نشستین؟ داستان چیه؟ اصلا من واقعا موندم که چتون شده؟ چرا اینقدر سکوت میکنین؟ چرا اینقدر ساکتین؟ گفته اینجوری کنی؟ گفته اینجوری کنی؟ خدا تو گفته اینجوری کنی؟ اگه چهار تا مثل من میمارن اینجوری با شما رفتم کنم شما جانم کنم کشتیم ما رو! آرمیتا گراوند رو دیروز کشتیم! آرمیتا گراوند رو دیروز کشتیم! منتظر خبر مرگش باش! کشتیم! حق داشتیم! حقشون بود!
و اما همونطوری که میبینیم طی امروز و شب گذشته ارتش اسرائیل به شدت داره غزه رو میکوبه و اعلام کرده که در 20 ساعت گذشته 800 هدف رو مورد حمله قرار داده. تو شبکه‌های ارتش دفاعی اسرائیل نوشته شده که در کمتر از 20 ساعت 4 موج حمله هوایی انجام دادیم، 800 تا هدف رو حمله بهش کردیم، 50-60 تا هواپیمای جنگنده در موج شرکت کردن، ما بیشتر از 2000 تا مهمات پرتاب کردیم، این 1000 تن بمب رو همچنان داریم ادامه میدیم به پرتابش، 21 هدف عظیم که برج‌هایی که اطلاعاتی روی اونا وجود داشته مثل ستاد فرماندهی سگینت و ساختمان‌های تاکتیکی و ساختمان‌هایی که اطلاعات داشتن اینا رو ما مورد هدف قرار دادیم. و از آغاز نبرد رزمندگان ارتش اسرائیل در مجموع بین 70 تا 90 تروریست رو در منطقه کیوبیت خونسا کردن. همه تروریست ها تو شب گذشته نفوذ نکرده بودن، تو شبهای قبل بوده، ولی به هر حال ما همشون رو خونسا کردیم و تونستیم منطقه رو تا حدودی پاکسازی کنیم. پس از اون اخبار اومد که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده مهمات و تجهیزات رو در اختیار اسرائیل قرار داده و نیروهای آمریکایی رو در خاورمیانه در پاسخ به حملات گروه شبه نظامی فلسطینی تقویت میکنه. وزیر دفاع آمریکا گفتش که ناو هواپیمابر جرالد فورد و ناوگان جنگی همراه اون رو به سمت شرق مدیترانه هدایت کرده و واشنگتن در حال افزایش اسکادران هواپیماهای جنگنده در منطقه هست. این موضوع رو آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN هم اعلام کرد و گفته ما در حال بررسی درخواست‌های جدیدی هستیم که اسرائیل مطرح کردن و فکر می‌کنم که احتمالاً امروز حتما همشو جواب میدیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در اظهارات روز شنبه خودش و همچنین در شبکه ایکس هم بر ایستادگی کامل آمریکا در کنار اسرائیل تأکید کرده. بایدن گفته که حمایت دولتش از اسرائیل و امنیت اون مستحکم و تزلزل ناپذیره، ولی خب پشت پرده هم با آیت الله ها رفیقه دیگه. یعنی واقعا اینکه این دولت بایدن و دموکرات ها واقعا دارن چه بر سر دنیا در میارن اونو دیگه هممون قطعا میدونیم. پس باید خیلی حواسمون باشه که عاقبت مملکتمون ایران مثل عاقبت افغانستان، لبنان، عراق و سوریه نشه. ببینین مردم، تاوان سکوت موقع اعتراضات همینه. آمریکا، اروپا دیدن ما مردم ارزه این که خودمون عوض کنیم این جمهوری اسلامی رو نداریم، گفتش که خب پس ما براتون عوض میکنیم. حالا این شد عاقبتش. و اما آنتونی بلینکن در ویدیویی گفته که متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی همیشه از منابع مالیش برای حمایت از تروریسم استفاده کرده، ولی خب برای من خیلی عجیبه، یعنی شما نمیدونستین که اینا دارن این کار رو میکنن. و حال آمریکا به نظر من با علم به این مسئله که قطعاً میدونسته که رژیم اشغالگر و تروریستی جمهوری اسلامی هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره و این پولا هرگز خرج مردم ایران و آباد کردن مملکت ایران نمیشه و مستقیم تو جیبه حماس و حزب الله و تمام شبه نظامیان منطقه برای تشنج در منطقه قطعا خرج میشه. و اینم صحبت های بلینکن. What do you say about the argument that money is fungible? So Iran may have known this money is coming and used other funds to help fund this attack that happened. Iran has unfortunately always used and focused its funds on supporting terrorism, on supporting groups like Hamas, and it's done that when there have been sanctions, it's done that when there haven't been sanctions, and it's always prioritized that. And again, I come back to the proposition that from these funds have always been... دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا خیلی صحبت جالبی کرده، گفته که 6 میلیارد دلاری که بایدن دو دستی به جمهوری اسلامی داد واقعا فاجعه بود و قطعا میدونست که این پول به دست حماس میرسه و میگه تا وقتی که من در کاخ سفید بودم رژیم اسلامی اصلا جرأت این چنین وحشیگریایی رو نداشت. صحبتش واقعا به حقه، من همیشه حق میدم به دونالد ترامپ، یک مرد بسیار قوی مستحکم که واقعا تا زمانی که بود جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمیتونست بکنه و کلن خاورمیانه در یک آرامش
زیبا بود. دوستان عزیز، به پایان این بخش از برنامه ها رسیدیم. امیدوارم که هر جای این کره خاکی هستین شاد و پیروز و سربلند باشین. خط کشیدن رو پر پرواز رویا، ایام همه خوب.